بهترین بازیکنای فوتبال در جزیره مرگ. توی این ویدیو 11 تا از بهترین اسطوره‌های فوتبال رو توی یک جزیره قرار دادیم. گردونه رو می‌چرخونیم و اسم هر کی در بیاد، مثلا مارادونا و بکنبائر، 11 تا مارادونا مقابل 11 تا بکنبائر قرار می‌گیره و در آخر فقط یک نفر در جزیره زنده میمونه. پس بدون معطلی گردونه رو میچرخونیم و اولین نفر تیری آنری میفته. در جزیره به سمت تیری آنری میرویم، گردونه رو میچرخونه و پایین میفته. بابا چرا می... پس بار دیگه گردونه رو چرخوند، همون فلش راست. آی 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 این بار با صورت نور میچرخونه و داش مونو گرفتی به خدا. بچرخون یه بار دیگه، وایسا بالا بندا، او یه طرف دیگه بندا، آوار کلا بالا سمت راست، یعنی رونالدینیو. حالا باید 11 تا تیریان ری مقابل 11 تا شاعر فوتبال قرار می گرفت. بازی شروع میشه. 11 تا تیریان ری اسطوره آرسنال که در بارسلونا هم بازی کرده، باید روبروی شاعر فوتبال قرار بگیره. ببین به نظر من، جدی دارم میگم، ای همه اول گل نخوری ها. ببین به نظر من کسی میرسه، یعنی منطقی چیزی کسی برسه به فینال مثل آقا بکنبائر، هم دفاع داره، هم شوت داره، هم سر داره، هم سرعت داره، همه چی تموم. این بازیکن لایقه رسیدن به فینال. حاجی چرا موی رونالدینیو داره میره؟ حاجی تو رو خدا حسین بگیری شماره 11 رو دیدی؟ تیریانی با سمت چپ میبره، تیریانی با شماره 14 میخواد شوت کنه. رفاس ارسال، ارسال رونالدینیو، توپ برمیگرده، یه دونه آردوی قشنگ میتونه بزنه که واسات. ارسال بلند، رونالدینیو هدر رو نمیزنه، میکاره بودن میاره هانری. وای 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 نگارش تو، نگارش رو قدریه، نگارش تو هد خوب میزنه هانری. فوش تا من چشما بخورونم شما گل رو میزنی. رونالدینیو اومد تو محمده، شوتش تمومه کرد دقیقه 35 بازی. رونالدینیو در دقیقه 35، رونالدینیو شماره 14. تیری آنری در مقابل شاعر فوتبال شکست میخوره و جزیره رو ترک میکنه و رونالدینیو قدم روی دیگر رو مال خود میکنه. برای بار دوم گردونه رو میچرخیم و این بار مارادونا کبیر در میاد. در جزیره به سمت مارادونا میرویم، مارادونا فلش رو میچرخونه، ای قدم پایین. شوخیتون گرفته با ما، تو رو خدا دیگه تو آب ننداز. بالا سمت راست، یعنی بکنبائر. بکنبائر رو شیش کوچیک نداشتم، گذاشتم بکن باور. بکن باور 11 تا مارادونا به جنگ بکنبائر میرن که دفاع رو خوب بلده. حالا بعد شروع میشه اسطوره فوتبال آرژانتین به جنگ بکنبائر رفته که هم دفاع داره، هم سرعت داره، هم شوت داره، هم سر داره، همه چی تمومه. آجی بکن ببین، من می نویسم امضا میکنم، بکنبائر میزنه، ارسال سر بکنبائر. فریدون بکنباور اسمشو گذاشتم، فریدون بکنباور. بکنباور به سمت چپ میرسونه، رفت واسه ارسال، هدو میتونه بزنه، خیلی داره شانس میاره. مارادونا به سمت چپ میاره، بکنبائر داره چی کار میکنه اصلا؟ من احساس میکنم مارادونا رکورد سریعترین گل جزیره رو میزنه. سریعترین گل جزیره تا الان 35 دقیقه دست رونالدینیو شماره 14 است. بکنبائر به سمت وسط میرسونه، به سمت چپ بکنبائر. رونالدینیو چطوری داره توپ دور میگیره؟ واقعا اینجوری بهت میگم که انگار دو تا فیروز کریمی سرمربی جفتی من. فوش بازی داشت مساوی پیش میرفت تا اینکه باش وای وای بکنبائر گلش فقط نکنی ها. باره کلا بکنبائر در دقیقه 78 بازی بر نخره گل رو به مارادونا کبیر میزنه. مارادونا با چشمای اشکبار جزیره رو ترک میکنه و قدم روی خود رو به بکنبائر امانت میگذارد. برای بار سوم گردونه رو میچرخونیم به امید اینکه رونالدو در بیاد، ولی کانتونا عزیز دل در میاد. در جزیره به سمت کانتونا میرویم، فلش رو میچرخونیم با صورت نور و تمام. بونو یعنی پوشکاش دلها. حاجی چقدر شبیه علی انصاریان، خدا بیامرز، جدی میگم جدی میگم. نوبت پوشکاش ها بود که به جنگ اسطوره منچستر یونایتد برن. جان بازی شروع میشه. اریک کانتونای عزیز دل که یه زمانی کریستیانو رونالدو جاشو گرفته بود تو من یونایتد، بار دیگه برگشته به میادین و رقابت ها. ببین نظر منو بخوای، خوشگلا باید برم بالا، پوشکاش خوشگلتر خدا وکیلی. خب لب خط لب خط بوری کله پوشکاش شماره 11 کانتونا گرفت. وای 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 پوشکاش بین سه نفر
چقدر قشنگ تک دستر بود کانتونا. قصه بابم ندارم تو بگیر ازم عزیزم. تو پوشکاش کو رفت زیر کورنر آنه پوشکاش ارسال. چه جوری اصلا کورنر شد من نفهمیدم. کانتونا بین دو نفر میخواد بره واسه ارسال. چه دریبلی خدایی بد گل بشه خدایی گل چیکونه. بده بره با سرو تکی به تک پوشکاش با اینک کانتونا شماره هفت بیرون. وای دوباره پوشکا جوی چه گولی زد پوشکاش. دقیقه 39 بازی با برم نمیشه آجی بیرون محمد زد. اینک کانتونا هم نیمده در آبهای جزیره قوتور میشه. دومین قلم روی خودش رو به دست میاره. آجی من روی پله خیلی حساسم. من میگم پله نمیزنه فینال میاد درو میکنه. برای بار بعدی رفتیم سراغ گردونه و این بار پوشگاش ما سوبر در میاد. فلش رو با سرعت نور میچرخونه. پایین سمت راست. راست پایین. باید با بکنبار بازیم کرد. پوشگاش و بکنبار که هر دو بازی های اولشون رو برده بودن اینجا باید یکیشون حذف میشد. حالا این بار پوشگاش باید روش رو بگونه ولی به نظرم توی این بازی جدی نمیدونم کدومشون میبره ولی منطقش اینه که بکنبار بیاد بالا. وای بکنبار چرا اینقدر بد میزنی آجی من باورم نمیشه. بکنبار پاس رو داده توی محوطه جریمه. بکنبار رفت واسه گل تیر دروازه. واقعا داره بی‌عدالتی میشه. واقعا بیادالتی میشه. شوته بگم بار چطوری تو در وردی اونو. به خدا بعد اینو گل کنی. چه بابا مگه میشه باید گلارو بخوره دیگه. دو تا تیرک یه سیو قشنگ بگه بخور دیگه. پوشکاش با نگاهی کنایه آمیز در آبهای اقیانوس غرق میشود. پس بکن بار قدم روی خودش رو به 4 تا افزایش میده و بزرگ و بزرگتر میشه. واقعا امیدوارم این دفعه مثل دفعه های قبلی نباشه که بکن بار بیاد کل جزیره رو بگیر بعد زیرت بزنه یکی به تو فینال ببرده. چه بهتر این آقا منطقی پیش بره همش. پس بار دیگه رفتیم سراغ گردونه. پله عزیز در میاد. پله دوست داشتنی. پس در جزیره به سمت پله میرویم. فلش رو با سرعت نور میچرخونیم و پایین سمت راست. 2 ثانیه پیش 2 دقیقه پیش نگفتم همینو. یعنی بکنه باور اسطوره جام جهانی فوتبال باید به جنگ فردی میرفت که 2 تا از بهترین اسطوره های دنیا رو شکست داده بود. بله بازی شروع میشه. بکنبار عزیز به نظرم تنها فردی که میتونه بکنبار رو حذف کنه جدی همین پله است. وای بکنبار دقیقه 8 بازی به وسط گل رو زد. دقیقه 8 رکورد گلش افزایش میده. سریع ترین گل جزیره رو باز دوباره مثل خود میکنه. دقیقه 8 بازی پله چجوری حذف میشه. چهره خندان برزیلی از جزیره خداحافظی میکنه و حالا بکنبار صاحب 5 قلم رو میشه. پس دوباره رفتیم سراغ گرونه بازیکن بعدی در بیاد. گرت مولر تنها کسی که جدی میتونه حسش بکنه همین گرت مولره. در جدیره به سمت گرت مولر میریم. فلش رو میچرخونه و پایین سمت چپ میفته. یعنی بکنه باور. ببین آقای بکنبار اون حذفت نکنه هیچ کس حذفت نمیتونه بکنه. گرت مولر تازه وارد اومده بود تا شاخ گردن کلفت‌ترین فرد جدید رو بشکونه. ببین کسی بتونه بکنبار رو حذف بکنه به احتمال 90% قهرمان جدید است. این کاشته گل چه یا ابد فاز. گرت مولر بعد میکشه. وای گل میزنه برای کلامو. گرت مولر هم رکورد سریعترین گل جزیره رو میزنه هم گردن کلفت‌ترین فرد جزیره که این چهره است حذف میکنه. با عصبانیت هرچی تمامتر به کمبابر جزیره رو ترک میکنه و گرت مولر با 1 بازی صاحب 6 قلم رو میشه. پس باز دوباره به سمت گردونه میرویم. رونالدینیو در جزیره به سمت رونالدینیو میرویم. فلش رو با سرعت نور چپ پایین. امیدوارم به گرت مولر نخورده باشی. تو سرویس جدی نمیدونم چی بگم. این 3 نفر چرا نمیافتن من نمیدونم. حالا وقتش بود که شاه جزیره با 11 تا شاعر فوتبال بازی بکنه. توی این بازی احتمال اینکه به نظرم رونالدینیو بیاد بالا کمه و احتمال اینکه گرت مولر بره بالا به شدت زیاده بخاطر اینکه کسی رو برده که مطمئنم اگه به رونالدینیو میافتاد میباخت. رونالدینیو نگرش دار. رونالدینیو گرت مولر. گرت مولر البته. چه عبدالیو چاکی زد اون وسط. وای
باورم نمیشه کسی حذف شده که گنده جزیره رو شکست داد در دقیقه 21 گرت مولر حذف میشه با این گل استثنایی رونالدینیو از بیرون محمد. شاه جزیره رو ترک میکنه و برکنار میشه و حالا رونالدینیو به تاج گذاری میرسه. بذار بوس کنم این لپاتو، بذار بوس کنم این بمالم این لپاتو، ای قربون اون لپات. پس باز دوباره به سمت گردونه میرویم. خواهش میکنم رونالدینیو نیافته، واقعا رونالدینیو نباید بیفته، جدی نباید رونالدینیو بیفته. واری کلا رونالدو. در یه به سمت رونالدو میرویم و فلش رو میچرخونه بالا سمت راست. بابا تو آب انداختی. این بار اینقدر فلش رو میچرخونیم تا به سمت داخل جزیره بیفته، یعنی زین‌الدین زیدان. این بار داستان فرق میکرد چون باید دو تا رئالی و دو رفیق قدیمی مقابل هم بازی میکردن و یک نفرشون خداحافظی میکرد. اینجا اگر رونالدو ناداری و ببر زیدانو، ما هم رونالدو رو داریم برزیلی، هم رونالدینیو برزیلی، یعنی این دو تا بیان فینال اصلا مهم نیست، هر کدوم قهرمان شده اینجا نیست، برزیل پرچمش رفته بالا. رونالدو داری و از همونجا شوت، چه سیوی. رفقای عزیز دل من دروغ نگم بهتون، این بار نه احمد هست، نه محمود، نه دو غزال، نه گلستان، چای لندنی گرفتم. رفتم دیدم چای لندنی داره، نمیدونم چیه، خوب و بد و هم دیگه میخوریم، هر کی اومد لندنی ما در خدمتیم. رفاقت ها رو به کل فراموش کردن و اینجا دشمن هم دیگن. رونالدو نداری و چرخشش زیدان باید دروازه‌بان میشد. وا تک به تک رونالدو نازاریو، تک به تک با دروازه باز میشه دروازه. حالا رونالدو نازاریو در 26 دقیقه رفیق قدیمی برای آلیشو از جزیره مرگ حذف میکنه و حالا رونالدو نازاریو یک قدم به رونالدینیوی برزیلی نزدیکتر میشه. نیمه نهایی رقابت های جزیره مرگ بهترین اسطوره های دنیای فوتبال. ببین به نظر من رونالدویی که تونسته زیدانیو ببره که هم تیمی و رفیقش بوده، میتونه رونالدینیو یه ببره که همون، آره همون که دقیقا فکر میکنی، رنگه را پشت. وای وای وای، این بار کرویف به افسانه میافته، گردن رو میچرخونیم و سمت راست بالا. یعنی اینی که داری نگاه میکنی آجی، شاه جزیره برای نگه داشتن سلطنتش نیاز به برد داشت تا به بازی فینال برسه. به به به، این وسط یه خیلی خوشم میاد، اش لبخند از ته دل میزنه. در این بازی رونالدینیو که گنده گنده ها رو برده، شاه شاه ها رو برده و خودش الان شاه جزیره است، باید بتونه این مقام و منزلت رو حفظ بکنه. رونالدینیو وای 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 وای، رونالدینیو رونالدینیو تو شاه جزیره یا رونالدینیو. بده بره بده وسط رفت، بده وسط رفت پشتمه. وای وای، رونالدینیو میتونه گلش بکنه. چرا انقدر دیر ضربه رو نزدی؟ یوهان کرویف دست بر رو نیست، ارسالش. وای وای، شوتاش خوبه، شوتایی که رویف مستقیمش خوبه، بزنینش. وای وای، آفساید باشه. وای چه شانسی میاره رونالدینیو، چی داشت داشت میرفت گلر. وای داره دفاعش وز باز میشه، آفساید 100%. ها وای وای وای، یوهان کرویف در عین بی منطقی در دقیقه 38 بازی در روزی رونالدینیو رو فرو میرسه. حالا رونالدینیو که مقام فعالاش رو از دست داده بود از جدیره خداحافظی میکنه. کرویف افسانه‌ای به تاج گذاری میرسه و صاحب 9 قلم رو میشه. حالا به فینال رقابت های جدیره این مرگ رسیدیم. آیا رونالدو ناداریو میتونه انتقام هم ملیتیشو یعنی رونالدینیو رو از یوهان کرویف بگیره یا نه؟ به نقطه پایانی جدیره رسیده بودیم، یا مرگ یا زندگی. واقعا انتظار دارم که یک نفر دقیقه دو دروازه رو باز کنه، به پنالتی نکش. آیا رونالدو نازاریو انتقام رونالدینیوی برزیلیو میگیره یا نه؟ کرویف رونالدو نازاریو توپ رنگ رو چه عقب‌تر میرسونه. رونالدو نازاریو بشه بسیار شوت زن خطا رو گند رونالدو نازاریو گرفته نشود. الان که دارم فکر میکنم رونالدو نازاریو هم واقعا کلکه، کلا یه دونه بازیگر رسید به فینال. کرویف حداقل گنده گنده ها رو شکست داد و کرویف تموم میکنه. کرویف به دوست داشتنی به حقش میرسه و حالا به چای خوردن وقتی خواهد نوست میشه و رونالدو نازاریو نتونست انتقام رونالدینیو رو بگیره. با حذف رونالدو نازاریو از جزیره به شاهبازی خود ادامه میده و صاحب کل جزیره میشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت رو شاید که از این ویدیو لذت رو بگیرم حبیب حتما لایک و سابسکرایب بشنن یوتیوب فرابیشنه که ما اصلا انرژیه. دمتون کرم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.